سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیو امروز راجع به یه موضوعیه که تا الان خیلی درخواست دادید. آیا پریدریایی‌ها واقعا وجود دارن؟ ایده وجود پریدریایی‌ها همیشه برای ما انسان ها جالب بوده، چون فکر کنید یه موجودیه که شبیه ماست ولی نصفش ماهی و میتونه توی آب نفس بکشه. نکته که وجود داره اینه که همه دنیا پری دریایی یا موجود شبیه به پری دریایی از زمانهای خیلی قدیم تو فرهنگ و افسانه‌شون دارن. پس اگر همچین موجودی رو ندیدن، چجوری کل دنیا میتونن یه چیزی با یه مشخصات یکسان تصور کرده باشن؟ همونطور هم که میدونید اون زمان اینترنت وجود نداشته که یکی یه چیزی بگه و تعداد خیلی زیادی حرفشو بشنون. حتی ماشین هم نداشتن که برن سفرهای دور و فکراشونو با هم به اشتراک بذارن. پس چجوری ممکنه که اگر این فقط یه ایده و تصور یه سری از افراد بوده، به این گستردگی تو جهان باشه؟ یه سری‌ها معتقدن که پریای دریایی واقعا وجود دارن و زمانهای قدیم خودشونو به انسان‌ها نشون دادن که باعث شده انسان‌ها اونا رو شکار کنن. برای همین از اون به بعد به عمق بیشتری از اقیانوس رفتن و از دست انسان‌ها قایم شدن. جالبه بدونید که افراد معروف خیلی زیادی راجع به پری دریایی صحبت کردن. مثلا کریستوف کولوم، دریانورد معروف ایتالیایی که به طور اتفاقی قاره آمریکا رو کشف کرد، توی دفترش نوشته که توی یکی از سفراش چند تا پری دریایی دیده، ولی اونا اصلا اونجوری که میگفتن زیبا نبودن. حالا بعدن گفتن که اون احتمالاً چند تا گاو دریایی دیده و به اشتباه فکر کرده پری دریایین. حالا من واقعا نمیدونم چه جوریه که میتونه گاو دریایی رو شکل انسان ببینه. الان میخوام بهتون یه سری چیزا که اطراف دنیا راجع به پری دریایی میگن و تعریف کنم و به نظرم خیلی جالبه. به خاطر اینکه وقتی اسم پری دریایی میاد تو ذهن هممون این موجودا خیلی خوشگل و مهربونن. ولی این داستانا کاملا برعکسن. اولیش پری دریایی ژاپنیه، ولی این موجود به جای اینکه نصف انسان نصف ماهی باشه، نصف انسان نصف ماره. بر اساس افسانه‌شون این موجود نزدیک به ساحل وانمود میکنه که یه مادره و یه چیزی رو میگیره بغلش، مثلا با بچه تو بغلش داره غرق میشه و اگر انسان‌ها برن کمکش و بچه‌شو ازش بگیرن، اون چیز اینه سنگ سنگین میشه و فرد رو میکشه زیر آب. بعد این موجود اون فرد رو با موهای بلندش خفه میکنه و با زبون درازش بدنش رو از خون خالی میکنه. افسانه بعدی پری دریایی ایرلندیه. این موجود وقتی که توی آب شیر دریاییه، ولی وقتی که میاد توی خشکی پوستش رو میکنه و تبدیل به انسان میشه. اون پوستش رو پشت سنگ قایم میکنه که کسی نتونه پیداش کنه. ولی اگر مردی بتونه پوستش رو پیدا کنه، توی صندوقچه قفلش کنه، اون صندوق قایم کنه، این پری دریایی مجبور میشه که با اون مرد ازدواج کنه. ولی اون مرد باید حواسش باشه که به صورت مداوم به پوستش توی صندوقچه روغن بزنه، وگرنه میمیره. اگر این کارو کنه، سلکی نمیتونه پوستشو بپوشه و برگرده تو دریا، مجبور میشه برای همیشه پیشش بمونه. ولی داستانه عشقی که راجب سلکی ها آدم ها گفتن همیشه پایان غمگینی داره و سلکی بالاخره پوستشو پیدا میکنه و برمیگرده تو آب. افسانه بعدی نینگیو هستش که نصف بدنش ماهیه و نصف دیگرش میمون. میگن این موجودات خیلی زشتن، ولی اگر انسانی موفق بشه که یه دونه از اونا رو شکار کنه و گوشتش رو بخوره، زندگی جاودان پیدا میکنه. مورد بعدی پریدریایی اسکاتلندیه که برخلاف اکثر داستانهای پریدریایی، اینا همشون مردن و پوستای آبی دارن. این موجودات به کشتی ها نزدیک میشن و وانمود میکنن که انسانن و دارن غرق میشن و وقتی که آدما میرن کمکشون کنن، اونا رو میکشن تو آب و میکشنشون. مورد بعدی پری دریایی آلاسکان. این موجودات پوستای سبز، دندونا و ناخونای خیلی تیز و دمای خیلی بلندی دارن و انسانا رو میکشن. یه چیزی دقیقاً مثل مثلث برمودا توی آلاسکا وجود داره که بهش میگن مثلث آلاسکا و از سال 2000 تا الان 60,000 نفر بدون اینکه هیچ نشونه ای ازشون باشه اونجا گم شدن. میگن این پری دریایی مسئول گم شدن این افراد تو منطقه. خب حالا بریم سراغ تئوریایی که اصلا چجوری پری دریایی به وجود اومده. یه سری ها که به تکامل انسان از میمون باور دارن، معتقدن که یه سری از میمونا اومدن توی خشکی و تبدیل به انسان شدن، ولی یه سری دیگه رفتن تو آب و توی آب به صورت پری دریایی تکامل پیدا کردن. برای اثبات نظریهشون هم میگن انسان بیشتر از هر موجود دیگه تو خشکی میتونه به عمق آب بره و بیشتر میتونه نفسش رو تو آب نگه داره. مثلا رکورد حبس نفس توسط انسان یه مرد آلمانی ثبت کرده که تونسته نفسش رو 22 دقیقه و 22 ثانیه نگه داره. مورد بعدی داستان آتارگیتیس یا اولین پری دریاییه. این داستان میگه یه الهه خیلی زیبا بوده که عاشق یه انسان چوپان میشه، ولی به طور اتفاقی باعث مرگ اون مرد میشه. از ناراحتیش میپره توی اقیانوس. طبق این داستان اگر الهه ها بپرن توی آب تبدیل به ماهی میشن، ولی وقتی این الهه میپره تو آب تبدیلش به ماهی دچار مشکل میشه و نصف قطع میشه. برای همین نصفش به شکل انسان باقی میمونه. تئوری بعدی میگه مردمی که توی تمدن گمشده آتلانتیس زندگی میکردن، وقتی که رفتن زیر آب نمردن و موفق شدن یه راهی پیدا کنن که زیر آب زندگی کنن و پریای دریایی از نسل اونان.
ولی به نظر من اگر پری دریایی واقعا وجود داشته باشه، مثل همه چیزهای دیگه‌ای که تو جهان هست، خدا به این شکل آفریدتشون. خب بریم سراغ این که چرا ما تا الان پری دریایی ندیدیم. دلیل اولش که چرا ما اونا رو ندیدیم میتونه این باشه که اونا از ما قایم شدن و خیلی هم راحت میتونن این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه انسان کلن تونسته به 5% از اقیانوس دسترسی پیدا کنه و هیچ کس نمیدونه که توی اون 95% باقی چی میتونه باشه. اگر بخوام یه مثال خیلی واضح براتون بزنم، اینه که از اسکویدای قولپیکر توی کتابای قدیمی نقاشی کشته بودن و راجبشون توضیح داده بودن، ولی ما فکر میکردیم که افسانه است، اینکه توی سال 2006 یه دونهشون رو گرفتیم و فهمیدیم کاملا واقعیه. پس کی میتونه به تو 100% بگه که توی اون 95% اقیانوس که تا الان دست انسان بهش نرسیده پری دریایی نیست؟ احتمال دومی که چرا تا الان ما پری دریایی ندیدیم اینه که یه سری ها میگن پری دریایی قدرت تلقین ذهنی دارن و به انسانهای گذشته تلقین کردن که وجود ندارن، پس انسان ها فکر کردن که اینا همش افسانه است و هیچ وقت به طور واقعی دنبالشون نگشتن. احتمال سومی که براش گفتن اینه که این موجودات خیلی پیشرفتن و میتونن بعد زمانیشون رو عوض کنن. پس هر وقت که یه انسان نزدیکشون میشه، بعدشون رو عوض میکنن و وارد یه بعد دیگه میشن. برای همین ما نمیتونیم ببینیمشون. خب به آخر این ویدیو رسیدیم، امیدوارم خوشتون اومده باشه و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و نظرتتون رو توی کامنت بهم بگید.